مسافرین محترم، در صورت حضور راننده خانم، قسمت جلوی اتوبوس مخصوص خانم ها و قسمت عقب اتوبوس متعلق به آقایان می باشد. با تشکر. شما آقا لطف کنین در به عقب سوار شید. آقا متشکرم. آقایون عقب پرواز واقعی بیا آقا. تعجب کردم. اونایی که میشناسن دیگه میدونن، چون بغلارم با وجودی که نوشتم، ولی خب بازم با این حال اشتباه میکنن میان بالا، چون عادت شده برشون. اما خانم ها موقعی که آوردم جلو یه تحول خاصی ایجاد شده تو خانم، لذت میبرم از اینکه بعد از این همه سال جلو میشه. اصلا عجیبه ما نهیده بودیم مرد میکنم آقایون عقب باشم. آقایون تعدادشون بیشتره آخه، صبح ها که آقایون میخوام با اوتوز برن تعدادشون بیشتره، ولی اینجوری خانم پیدا نمیشه اول صبح. اصلا 25 سال قضیه اینجوری بوده، حالا قضیه برعکس شده نمیدونم. عجیبه. من دهنم خواستم وارد چم تعجب کردم، مثلا تعجب کردم اشتباه سوار شد. داشتم منم کار میکردم دوش به دوش شوهرم. چی شد که نکردی؟ تحصیلاتم کم. فکر میکنی تو جامعه در واقع تبعیض جنسیتی تا این حد بین مردم ریشه دوونده، چه اتفاقی باعث میشه که یه زن اجازه پیدا کنه رانندگی اتوبوس باشه؟ این دیگه از اون چیزای نوادر موزیکاره، کجا دری به تخت خورده یه همچین چیزی شده، این دیگه خیلی عجیبه. شکل قضیه رو به نظر من دارن یه مقداری رنگ و لعاب بهش میدون، وگرنه ما اون چیزی که زن رو در نفسشون احتیاج دارن که داشته باشن ما اونو نداریم. حالا برفت شما یه شغل بهش بدین چیزی رو عوض نمی کنه، چیزی که همیشه باعث شده زن احساس تحقیر بودن. همین فکر میکنی همین که خانوما بتونن برن توی استادیوم فوتبال، همین که خانوما بتونن راننده اتوبوس بشن، مشکلات زن ها حل نه مشکلات زن ها صرفه، ولی این با همه میتونه پایگذار این باشه که مشکلات بعدی رو از سر راه بردارن. مثلا یه خانوم بتونه قاضی بشه، چون یه خانوم نباید قاضی بشه؟ من چون زنه میگن احساساتیه، در صورتی که خیلی خانوم ها منطقشون تو خیلی جاها قوی تر از آقایونه، خیلی محکمتر میتونن تصمیم بگیرن. هیچ وقت دلتون خواسته که یه مرد باشین؟ زیاد. درست تو زمان بچگی بود. توی خانواده فوق‌العاده متعصبی هم بزرگ شده. شاید علتش این باشه. و به همین دلیل تعصب هم بود که خیلی زود ازدواج کرد. دقیقاً. از 27 تا 12 سالش میشم، 6 ماه. ما هر دومون مربی آموزشگاه بودیم. توی سال 67 خیلی سخت بود. اون روزای اولی که ما تو آموزشگاه کار کردیم خیلی اذیتمون کردن. ولی بعد دیگه جا افتاد. برای مردم جا افتاد. اتوبوس هم دقیقا همین میشه. سختی ها رو ما میکشیم، برای خانم های دیگه راحت میشه. چه طرز رانندگیه؟ بفهم. ببین یه
چیزی آخه نمیدونی چجوری اومده نصف ماشین رو نزدیکت ببره؟ چرا چرت و پرت میگه؟ چرت و پرت هیکلت میگه؟ یعنی چی؟ آخه تو مزخرف هستی؟ مزخرف هیکلت میگه که شعور نداری؟ چه به تو رسیدم این نصف ماشین؟ من دارم بهت میگم اشتباه میره، بگو اشتباه میره. غلط میکنی بگی. تو غلط میکنی آشغال. بی شعور نفر. آقا چندین بار ایجاد مزاحمت میکنه برای من. یه بارم من شکایت کردم به حراست ولی متاسفانه هیچ اهمیتی نداره. امروز جلوش من وای نستم، فردا یه خانم دیگه هم بیاد تو این شب بدتر از این بکنه. مجبورم یکی مثل من جاده صافون باشه تو روی اینا وایس. امروز تغییر فیزیکی شدی بود این آقا؟ یه چک برم تو گوشش. استفانه فرهنگ فرهنگ غلط دونه یه دجا افتاد. فکر میکنن که زن ها نمیتونن هیچ کاری کنن، از اون که هیچ کاری بر نمیان، تا اگر هم اومدن توی کاری میتونن همه رقمه از یک میشین برن، ولی نمیتونن با من در بیارن چون من جلوشون نیستم. اومدم کمک مامان. رانندگی دوست دارم ولی نه به عنوان شغل. چرا؟ از نظر من کار مزخرفی کنم تو این ترافیک تهران، فکر نمی کنم کار خوب باشه. اگه قرار باشه به مامانت یه شغل پیشنهاد بدی و شغلش رو تو انتخاب کنی، چی پیشنهادی؟ خانه‌داری. چون من نظر من زن خانه‌داری باید باشه. دوست داری چی کاره باشه؟ من در نظرم قاضیه. ولی شما اگه حکم اعدام واسه این بدی واسه اون بدی، بابش حرفه، یه امضاه. استرسش اینجا بیشتر نیست. گفتم فقط درس بخونم. هر کاری باشه میکنم. یعنی اگه ناتوانم بشم نتونم کار کنم، شده کلفتی هم بکنم این کارو میکنم. فقط تو کار کن به یه جایی برس، درس تو بخون. خطر این خانم بشه بود فرمان.